سلام با شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم دولت آمریکا نمایندگان ارشد خود را برای مذاکره مستقیم مربوط به پرونده هسته با جمهوری اسلامی به ژنو اعزام کرد ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا بند شرمن مدیر کل این وزارتخانه و جک سالیوان مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهور امروز و فردا با هیئت ایرانی دیدار می کنند. در حالی که روز 16 جوان 26 خورداد به عنوان تاریخ مذاکره بعدی جمهوری اسلامی با گروه پنج به علاوه یک به منظور تدوین توافقنامه جامع و نهایی تعیین شده دو معاون وزارت خارجه آمریکا به همراه یک مقام ارشد کاخ سفید در روزهای 9 و 10 جوان 19 و 20 خرداد برای ملاقات مشورتی دو جانبه به دیدار نمایندگان جمهوری اسلامی در ژنو می روند. به گزارش دویچه وله همچنین قرار است هیئت مذاکره کننده ایرانی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 21 و 22 خرداد نیز با هیئت روسیه در روم به مذاکره بپردازد. این نخستین مرتبه پس از چند دهه خواهد بود که نمایندگان دولت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا برای گفتگوی مستقیم در کنار هم می‌نشینند. خبر این دیدار را وزارت خارجه جمهوری اسلامی عصر شنبه 17 خورداد اعلام کرد. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با تأیید این خبر گفت که رایزنی ها را ویلیام برنز و وندی شرمن معاونان جانکری سرپرستی خواهند کرد ویلیام برنز در سال 2013 مذاکرات محرمانه ای نیز با مقامات جمهوری اسلامی در عمان داشته است. نفر سوم جک سولیوان مقام ارشد کاخ سفید خواهد بود که کارشناس آمریکا در امور تحریم هاست. این اولین دیدار دو جانبه طرفین خواهد بود که خارج از چهارچوب پنج به علاوه یک صورت می گیرد. یک دیپلمات فرانسوی به رویترز گفته که مقامات آمریکایی نتیجه مشاوره خود را پیش از شروع دور بعدی گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی به اطلاع سایر اعضای پنج به علاوه یک خواهند رساند وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که هدف این دیدار آماده سازی مذاکرات اتمی بعدی است. در آخرین نشست در وین نتیجه حاصل نشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از دیدار بیحاصل ویان در ترکیه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صورت غیررسمی ملاقات کرد او این ملاقات را جدی و مثبت خواند و ابراز اطمینان کرد که توافق نهایی انجام شود رویترز می نویسد که ریاست هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با طرف آمریکایی را عباس عراقچی معاون ظریف بر عهده خواهد داشت. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته که ما به یک دیپلماسی بسیار فعال و بسیار جسورانه نیاز داریم تا بدانیم آیا راه حل دیپلماتیک برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قابل دستیابی هست یا نه. این مقام که رویترز نام او را فاش نکرده افزوده است ما در شرایط خطیری قرار داریم و همواره گفته ایم که آماده همکاری با جمهوری اسلامی برای کمک به پیشرفت در روند مذاکرات اتمی هستیم این مقام همچنین تاکید کرده که آمریکایی ها تا کنون آن واقع گرایی مورد نیاز را از طرف جمهوری اسلامی ندیدند اما با این حال به چنین دیداری می روند. یک روز پس از انتشار خبر مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا، اسامی هیئت مذاکره کننده ای طرفین اعلام شد. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران، حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه، پژمان رحیمیان، کارشناس سازمان انرژی اتمی و داوود محمدنیا، مشاور حقوقی وزیر خارجه، اعضای هیئت ایرانی هستند. هیئت شش نفره آمریکایی شامل ویلیام برنز و وندی شرمن معاونان وزیر خارجه و جیک سولیوان مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهور بروک امدرسون، معاون سابق نماینده آمریکا در سازمان ملل جیم تیمبی مشاور ارشد کنترل سلاح و رابرت مالی مشاور ارشد خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا می شود. دور بعدی گفتگوهای جمهوری اسلامی با گروه پنج به علاوه یک از 26 تا سی خرداد در ویان و تحت سرپرستی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. مهلت تعیین شده در توافق شش ماهه ژنو در 20 ژوئیه به پایان میرسد. غرب انتظار دارد که ایران برای توافق نهایی صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را اثبات کند. دیپلمات‌های های غربی پیشتر گفته بودند که خواست جمهوری اسلامی مبنی بر ادامه تولید سوخت هسته برای راکتور اتمی بوشه و حفظ تعداد سانتریفیوش ها مذاکرات را با مشکل روبرو کرده است. خبر دیدار دو جانبه ایران و آمریکا پیش از دور بعدی مذاکرات هسته دو روز بعد از آن اعلام شد که نماینده اسرائیل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرد که جمهوری اسلامی آژانس را فریب می‌دهد. او گفته بود جمهوری اسلامی از آنچه روی کرده گام به گام برای حل و فصل مسائل مهم نامیده شده سوء استفاده می کند و به ارائه اطلاعات غلط و سرپوش گذاشتن بر ماهیت واقعی فعالیت های هسته ای ادامه می دهد. این اظهارات پس از انتشار بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا در استقبال از توافق جمهوری اسلامی و آژانس بیان شدند. این بیانیه در عین حال تاکید می کرد که جمهوری اسلامی باید هرچه زودتر به پرسش هایی جواب دهد که هنوز در پیوند با برنامه هسته این کشور مطرح هستند. اما پرسش اصلی این است آیا همونطوری که آقای عراقچی اعلام کرد که محور این گفتگوها صرفا موضوع هسته است یا اینکه دنباله گفتگوهای سری و اعلام نشده سال گذشته در عمان می باشد؟ و اگر فقط به گفته آقای عراقچی محورش موضوع هسته است چه لزومی دارد این گفتگوها دو جانبه باشد و چرا در حضور نمایندگان پنج به علاوه یک نیست؟ حسن روحانی که امروز دوشنبه به آنکارا پایتخت ترکیه رفته است با عبدالله گل رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرده و قرار است با دیگر مقامات این کشور نیز دیدار کند سفر آقای روحانی به آنکارا همزمان با گفتگوهای مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا در ژنو درباره برنامه هسته ایران صورت میگیرد روابط دو کشور ایران و ترکیه در سالهای اخیر با چالش‌های روبرو بوده که یکی از مهمترین آنها تحولات سوریه است. تهران از حامیان بشار اسد است در حالی که آنکارا از مخالفان دولت سوریه حمایت می کند. دو کشور ایران و ترکیه از یک سو شرکای بزرگ تجاری و از سوی دیگر در صحنه منطقی رقیب یکدیگر هستند. آنکارا با این امید که گفتگوهای ای به کاهش تحریم ایران منجر شود، خواستار افزایش همکاری با تهران در زمینه انرژی است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از تحریم های اعمالی غرب بر علیه ایران انتقاد کرد و گفته در نتیجه این تحریم ها ترکیه از بازار ایران دور مانده در حالی که غرب طی این مدت اقدام به صادرات کالا به ایران کرده مستان بختیاری از ترکیه گزارش میدهد آنطور که کشورهای منطقه از جمله امارات، روسیه و چین از بابت تحریم‌های اخیر غرب بر علیه ایران سود بران گوی ترکیه در این مسیر نه تنها منتفع نشده بلکه حتی با کاهش حجم مبادلات تجاری از این رقابت دور مونده و همین مسئله باعث ناراحتی و نگرانی تجار ترکیه و به ویژه مقامات اقتصادی و تجاری این کشور شده. دست کم این موضوع در گفتارهای اخیر مقامات ترکیه مشهوده هرچند برخی معتقدند در این مسیر ترکیه هم چندان بی نصیب نمونده و با اشاره به شروع به فعالیت گسترده شرکت های ایرانی در ترکیه ته چند سال گذشته عنوان می کنن که این کشور نیز از رهاور تحریم های اعمال شده بر علیه ایران منتفع شده از جمله این عده اشاره می به موضوع افزایش 31 برابری صادرات طلای ترکیه در سال 2012 به ایران اما خب بسیاری از کارشناسان هم معتقد هستند این روند یک روند موقتی و غیر عادی هستش که چندان نمیشه بهش دل بست. با این همه در شرایط کنونی در خوشبینانه ترین حالت حجم مبادلات تجاری دو کشور حدود 13 تا 16 میلیارد دلار هستش در این رابطه موسسه آمار ترکیه اخیرا حجم مبادلات تجاری این کشور با ایران رو در سه ماه نخست سال میلادی 2014 بالغ بر 3 میلیارد دلار عنوان میکنه اما با این همه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک کاهش 15 درصدی رو نشون میده هایی که حالا انتقاد آقای عرقان رو هم در پی داشته از جمله روز شنبه ایشون در نشست صادر کنندگان ترکیه در استانبول گفته که غرب در حالی تحریم ها بر علیه ایران رو اعمال کرده که خودش اقدام به صادرات کالا به این کشور میکنه اما این اجازه رو به ترکیه نمیده آقای عرقان گفت که ما با غربی ها به صورت شفاف و سریح در این مورد صحبت کردیم و به اونها گفتیم چرا کالای ترکیه نباید به ایران صادر بشه و بازار ایران از این بابت برای ما بسیار مهم هستش اشاره بکنم عمده کالاهایی که ترکیه به ایران صادر میکنه بیشتر شامل ماشینالات، فولاد و لوازم خانگی هستش که به هر روی کالاهای مهمی هستن که در جریان تحریم های اخیر جمهوری اسلامی سعی میکنه این قبیل نیازهای داخلی رو از کشورهای نزدیک به اتحادیه اروپا تهیه بکنه. صادرات ایران هم به ترکیه میدونیم عمدتاً در این سالها و نفت بر روی باید ببینیم در سفر اخیر آقای روحانی و در جریان امضای توافقنامه ترجیحات تجاری جهش مبادلات اقتصادی که دو طرف بسیار به اون امیدوارن تا چه سخفی میتونه افزایش پیدا بکنه چهل و دو نماینده مجلس در نامه دولت حسن روحانی را رو به تهدید و تضعیف امنیت ملی ایران متهم کرده و محمود علوی وزیر اطلاعات را به مجلس احضار کردند. سیاست دولت یازدهم در زمینه فرهنگ برنامه هسته رابطه با آمریکا و وقایع سال 88 مهمترین محورهای این متن را تشکیل میدهد در این متن حسن روحانی و وزارت امور خارجه متهم به تلاش برای برقراری رابطه با آمریکا شدند امضا کنندگان این متن همچنین از موضع مبهم دولت درباره اسرائیل و سیاستهای هسته ای در مقابل غرب انتقاد کردند در این متن در این حال از دولت یازدهم به خاطر ممانعت و عدم حمایت از برگزاری رزمایش های موشکی نیروهای مسلح انتقاد شده است همچنین عبور دولت یادهم از خط قرمزهای دین و ارزشهای مذهبی از دیگر بندهای این متن است محمود علوی در شرایطی به مجلس فراخوانده شده که هفته گذشته گفته بود علی خامنه ای با رسانه هایی که علیه دولت دروغ پراکنی می کنند به شدت برخورد کرده است. محمد علی آسودی معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران میگوید جامعه که مردان بی غیرت و زنان بی افت دارد نیروی گوش به فرمان دشمنان خواهند شد آقای آسودی این اظهارات را رو روز شنبه 17 همه مرداد ما در گفتگو با خبرگزاری بسیج بیان کرده است وی از افزایش موج بیبندوباری در جامعه انتقاد کرده و مدعی شده ادعی به صورت منکن در قبال دریافت پول در معابر عمومی حاضر می شوند معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه در این حال خواستار برخورد نیروی انتظامی با افرادی که به صورت آگاهانه بدهجابی را رواج میدهند شده است هر ساله همزمان با فرار رسیدن فصل تابستان فشارها بر زنان و جوانان به بهانه حفظ هجاب افزایش میابد. در هفته اخیر محافظ کاران نسبت به بیتوجهی به حجاب اسلامی در جامعه انتقاد کردند. ناظران میگویند احتمال دارد نحوه برخورد با افرادی که نسبت به پوشش مورد نظر حاکمیت در ایران بی هستند به عنوان یکی از عرصه های روی روی دولت و منتقدان آن تبدیل شود. در اروپا سخن از حضور جنگجویان دارنده تابعیت کشورهای غربی در جنگ سوریه در کنار جنگجویان اسلامگرای نزدیک به القاعده همچون داعش و اننسرا و خطر بازگشت آنها افزایش یافته است در مقابل گروه های دیگری نیز هستند که در کنار اسد می‌جنگند از آن جمله لبنانی ها عراقی ها یمنی ها و اخیراً افغان های شیعه منابع آگاه میگویند که افغان های شیعه از مناطق مختلف و توسط شبکه های جمهوری اسلامی و با دریافت ماهانه 500 دلار به سوریه اعزام می شوند. سخن درباره حضور جنگجویان افغان در جنگ سوریه به سال 2012 و آن هنگام که ارتش آزاد یکی از آنها را به اسارت درآورد باز می گردد. ارتش آزاد سوریه در آن هنگام ویدیویی از به اسارت درآوردن این جنگجوی افغانی را به روی شبکه اینترنت قرار داد. چند هفته پس از آن سربازان رژیم سوریه ویدیویی از حضور یک افغانی دیگر را درز دادند. گروهی که خود را اعضای گردان ابو عماره نام نهادند ویدیویی را به شبکه تلویزیونی العربی ارسال کردند که گفته می شود از طریق موبایل یکی از جنگجویان افغانی حاضر در جبهه خومه حلب به دست آمده است بر اساس این گزارش افغانهای حاضر در جنگ سوریه از سه منطقه مختلف به این کشور اعزام می شوند گروهی افغانهایی هستند که از سالها پیش ساکن ایران هستند و از طریق این کشور به سوریه رفتند. گروه دوم توسط شبکه های جمهوری اسلامی از داخل افغانستان برای حضور در جبه های سوریه استخدام می شوند. اما گروه سوم افرادی هستند که پیش از آغاز بحران سوریه در این کشور حضور داشتند. برخی گزارشها شمار این افراد را 2000 نفر برآورد کردند. آنها از قوم هزاره هستند و به فارسی صحبت می کنند. بیشتر این افراد از جمله تیپ عراقی ابوالفضل عباس در سوریه حضور داشتند اما اکنون با نام تیپ فاطمیون در کنار نیروهای اسد علیه مخالفان می‌جنگند مردان مسلح در حمله که تا ساعات اولیه روز دوشنبه نهم جوان ادامه داشت با گلول باران مردم و نیروهای امنیتی و پیشروی تا عمق فرودگاه کراچی بزرگترین فرودگاه پاکستان دست کم 24 نفر را کشتند. مهاجمان شامگاه یکشنبه با استفاده از کارت شناسایی جعلی ویژه نیروی امنیتی فرودگاه وارد ترمینال شده مسافران و پرسنل را مورد تیراندازی قرار دادند. برخی از این مهاجمان که انتحاری بودند با انفجار جلیقه های خود باعث قتل مردم و آتش سوزی در فرودگاه شدند این حمله در حالی است که نواز شریف همچنان در تلاش است تا با طالبان یا بخشی از آنها به صلح برسد روزنامه دان چاپ پاکستان از قول جنرال اسیم با جوا سخنگوی ارتش پاکستان نوشت مهاجمان در دو بخش محاصره و نابود شدند. و در خبر دیگر شامگاه یکشنبه در اثر یک حمله انتحاری علیه 300 شیعه پاکستانی که از زیارت اماکن مذهبی ایران به کشورشان باز می‌گشتند دست کم 29 تن از آنها کشته شدند به گزارش روزنامه پاکستانی دیلی انتخاب این افراد ساکن دو مسافرخانه در شهر مرزی تفتان واقع در ایالت بلوچستان پاکستان بودند که شماری از افراد مسلح با پرتاب بمب و تیراندازی به آنها حمله کردند دو حمله کننده ای انتحاری نیز خود را در این حادثه منفجر کردند. مقامات ویالت ننگرهول افغانستان روز دوشنبه نهم جوان تایید کردند مهاجمان انتحاری 25 ماشین تدارکاتی نیروهای ناتو را در این ویالت آتش زدند. احمد زیا عبدالزای، سخنگوی والی ننگنهار میگوید سه مهاجم انتحاری شامگاه یک شنبه به قرارگاه پلیس در شهر جلالوباد مرکز این ولایت حمله کردند که بعد از یک ساعت درگیری مهاجمان مواد منفجره خود را منفجر کردند که در جریان آن یک پلیس و سه مهاجم انتحاری کشته شدند و دو پلیس دیگر نیز زخمی شدند پاپ فرانسیس پاپ واتیکان دیروز به رئیس جمهوران فلسطین و اسرائیل گفت باید به خواسته مردمشان برای صلح در خاور میانه پاسخ دهند و استقامت لازم برای گفتگوهای بیوقفه را به دست آورند به گزارش خبرگزاری رویترز پاپ این درخواست را در پایان یک نماز بی سابقه که در حیات واتیکان برگزار شد با محمود عباس و شیمون پرز در میان گذاشت در این مراسم نماز که برای اولین بار با حضور نمازگزاران یهودی، مسلمان و مسیحی برگزار شد، محمود عباس و شیمون پرس پس از گذشت بیش از یک سال در کنار یکدیگر ظاهر شدند. دولت مصر به نخست وزیری ابراهیم مهلب امروز دوشنبه استعفای خود را تسلیم رئیس جمهوری جدید کرد. دولت مهلب صبح امروز آخرین نشست خود را برگزار کرد. بر اساس قانون اساسی مصر با روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید دولت این کشور استعفا می دهد. بر اساس این گزارش مهلب در سمت نخست وزیر ابقا شده و بار دیگر مأمور تشکیل دولت شده است. اما خبر دیگر از مصر عبدالفتاح السیسی دیروز به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور و برای دوره چهار ساله سوگند یاد کرد. مراسم رسمی تحلیف آقای سیسی در دادگاه عالی قانون اساسی و با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله نماینده از جمهوری اسلامی انجام گرفت. تلویزیون دولتی مصر بعد از ظهر روز یکشنبه مراسم ادای سوگند عبدالفتاح و سیسی به عنوان رئیس جمهوری این کشور در دادگاه قانون اساسی که با حضور شماری از رهبران کشورهای عربی و کشورهای دوست همراه بود را پخش کرد. اسیسی پس از مقدمه رئیس دادگاه قانون اساسی در پشت تریبون دادگاه حاضر شد و برای حفظ نظام جمهوری اعترام به قانون اساسی کشور دفاع از منافع ملت مصر، حفظ استقلال، وحدت و تمامیت ارزی کشور سوگند یاد کرد. به گزارش رسانه های عربی پس از پایان ادای سوگند السیسی بعد از ظهر یکشنبه جشنی به همین مناسبت در کاخ ریاست جمهوری اتحادیه در قاهره برپا شد. در همین حال نیروهای انتظامی مصر با صدور ای تاکید کردند که با هر گونه اخلال در مراسم به شدت برخورد خواهند کرد. به همین منظور پلیس مصر و شماری از یگانهای ارتش این کشور از بامداد روز گذشته در نقاط کلیدی شهر قاهره مستقر شدند علاوه بر اعضای جمعیت عمومی دادگاه قانون اساسی علی منصور رئیس جمهور موقت ابراهیم مهلب نخست وزیر و دیگر اعضای حکومت شیخ احمد الطیب مفتی بزرگ هر پاپ توازروس دوم رهبر مسیحیان مصر دبیرکل کل تادی عرب امر موسا دبیرکل سابق تادی عرب و دیگر شخصیت های سیاسی مصر در مراسم ادای سوگند حضور داشتند. به گفته رسان های ایران از طرف این کشور حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در امور عربی و آفریقایی در این مراسم شرکت کرد. این جنرال سابق ارتش مصر محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر را که وابسته به اخوان مسلمین بود بنا به درخواست میلیون ها مصری که برای چند روزی تظاهرات سرتاسری برپا کرده بودند در جویه سال گذشته سرنگون کرد سازمان اخوان مسلمین خواستار تحریم انتخابات اخیر در مصر شده بود که در آن السیسی با کسب 97 درصد آرا پیروش شد رسانه ها پیشتر اعلام کرده بودند که علی منصور رئیس جمهور موقت مصر از حسن روحانی صدر جمهوری اسلامی به عنوان اینکه ایران ریاست فعلی جنبش عدم تعهد را بر عهده دارد برای حضور در این مراسم دعوت کرده است اما مقامات ایرانی تصمیم گرفتن حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران را برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید مصر اعزام کنند آقای اسیسی چندی پیش در گفتگوی اختصاصی با روزنامه الشرق الاوسط درباره ارزیابیش از گفتگوهای هسته بین جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک و اینکه آیا وی موافق این گفتگوها یا خیر گفته بود ما با هر گونه اقدامات امنیتی که امنیت خلیج فارس را با خطر روبرو نکند موافقیم چرا که امنیت خلیج همان امنیت مصر است و اجازه نخواهیم داد که کسی در آن اخلال ایجاد کند و همچنین درباره برخورداری از فناوری هسته ای گفت تمام معاهدات بین‌المللی بر حق کاربرد مسالمت‌آمیز انرژی هسته‌ای تأکید دارند برخی کشورها ضمن برخورداری از فناوری پیشرفته قادر به ساخت بمب اتمی هستند ولی چنین کاری نمی‌کنند ولی آیا ما می توانیم به مرحله از دانش و توانایی حسی برسیم و آن را به شکل مسالمت آمیز به کار ببریم؟ کارشناسان سیاسی میگویند با توجه به شرایط کنونی مصر جمهور جدید با چالش های مختلفی رو خواهد بود. یکی از چالش های مهم او مبارزه با تروریسم و ریشه‌کن کردن آن در صحرای سیناست. از مشکلات دیگر رئی جمهور مصر مسئله رکود اقتصادی، بیکاری و فقر در این کشور است. السیسی در مبارزات تبلیغاتی خود با تکرار شارهای انقلاب سال 2011 میلادی که حسی مبارک را از قدرت سنگون کرد گفته بود که به دنبال ایجاد فضای باز سیاسی، آزادی و برقراری عدالت اجتماعی در کشورش است. کشورهای عربی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای کمک اقتصادی به مصر فراخان دادند و ایالات متحده نیز از زبان اوباما اعلام کرد که آماده همکاری با السیسی است برخی کشورهای اروپایی نیز از برنامه کمک به مصر در بازسازی اقتصادی این کشور سخن به میان آوردند همچنین کریستین لاگارد رئیس صندوق بینالمللی پول از آمادگی این نهاد بین در کمک به بهبود اقتصادی مصر خبر داده است. زیان نبابی زندانی سیاسی و دانشجوی محروم از تحصیل روز گذشته به زندان سمنان منتقل شد. آقای نبوی متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق است اما وی این اتهام را رد کرده و دوستان و نزدیکان وی بر مرزبندی فکری و عملی این فعال دانشجویی با این سازمان تاکید دارند در خبر دیگر معصومه قلیزاده فعال سابق دانشجویی که روز 31 اردیبهشت ماه در تهران بازداشت شده بود به تبریز منتقل شده و در زندان مرکزی تبریز تحت نظر وزارت اطلاعات به سر میبرد. به گزارش هرانا خانم قلیزاده تا یه تماس تلفنی با خانوادهش از بخامت وضعیت جسمی خود خبر داده است و در خبر دیگر بنا به گزارش ف... اه... هرانا ارگان فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران کشیش بهنام ایرانی روز گذشته از زندان مرکزی کرج خارج و به نقطه نامعلومی منتقل شد آقای ایرانی بیش از سه سال و سه ماه است که در زندان به سر میبرد و از شرایط حاد جسمی رنج میبرد با این وجود بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان این زندانی عقیدتی هستند اسقر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها دیروز یک شنبه در جمع خبرنگاران به تغییراتی اشاره کرد که همزمان با ریاست وی به عنوان رئیس سازمان زندان ها صورت گرفته است. آقای جهانگیر درباره لزوم تلاش برای کاهش آسیب به خانواده زندانیان آمار بازگشت زندانیان به زندان پس از آزادی و استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیانی که می توانند بیرون زندان باشد سخن گفته است. به گفته آقای جهانگیر در حال حاضر صد زندانی با استفاده از پابند الکترونیک در بیرون از زندان تحت کنترل هستند. این نشست خبری حدود دو ماه پس از حمله نیروهای امنیتی و ضد شورش به بند 350 زندان اوین برگزار شده است. به گفته ی وی بازرسی های مستمر زندان ها جلوی انتشار اخبار نادرست از داخل زندان را گرفته است. در این نشست خبری صحبتی درباره وقایع بند 350 زندان اوین داده نشد. عباس سلیمی نمین تحلیلگر سیاسی محافظ کار می گوید، اکبر هاشمی رفسنجانی علاقه نداشت محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران شود. اصلاح طلبان با جفسازی اقداماتشان را پیش می و کارهای سیاسی خلاف زیاد انجام می دهند. به در گفتگو با هفته نامه مسلس گفته است، آقای هاشمی همیشه در مقاطع حساس سیاسی بگونه این موضع میگیرد که فراگیر باشد. اما قطعا آقای هاشمی با جریان چپ درگیر شده بود آقای سلیمی نمین تاکید کرده جریان اصلاح طلب نسبت دروغ به آقای هاشمی دادند در ترور آقای حجاریان و قطرهای زنجیری آقای هاشمی را محور معرفی کردند حتی فوت حاج احمد آقای خمینی را مشکوک خواندند بعدا گفتند آقای هاشمی در این اتفاق نقش داشته است به دنبال انتشار گزارش هایی از بورسیه شدن بدون آزمون 3000 دانشجوی دکترا در دولت محمود احمدی نژاد رئیس دانشگاه علامه طباطبایی خبر داد این دانشگاه پرونده همه دانشجویان دکترای خود را که از دولت قبل بورسیه گرفتند بار دیگر بررسی کند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مسئولان کنونی وزارت علوم به خاطر رسانه ای کردن ماجرای بورسیه های غیرقانونی گفت مجلس به وزیر علوم تذکر داده است خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز شنبه 17 خرداد گفتگویی با حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی منتشر کرده است که بیان می کند از میان سه هزار دانشجویی که بدون انجام آزمون از دولت پیشین بورسیه دکترا گرفتند، دیویست و هفتاد نفر آنها در این دانشگاه تحصیل می کنند. به گفته ای آقای سلیمی بررسی مجدد پرونده این دانشجویان نشان می دهد که بسیاری از آنها حتی حداقل معدل لازم برای بورسیه را نداشتند. و دانشگاه علامه طباطبایی قرار است نتیجه این بررسی ها را به وزارت علوم اعلام کند وی در نهایت تاکید می کند که این دانشجویان تا زمانی که وزارت علوم ادامه تحصیل آنها را غیر قانونی اعلام نکرده دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی هستند و تنها سازمان امور دانشجویان است که می تواند بورسیه آنان را لغو کند بر اساس گزارش وزارت علوم بیشترین تعداد دانشجویانی که بورسیه غیرقانونی قانونی دریافت کردن از میان همه دانشگاه های ایران در دانشگاه علامه تبا طبع تحصیل می کنند. ریاست این دانشگاه در دولت محمود احمدی نژاد بر عهده صدرالدین شریعتی از روحانیون محافظ کاری بود که تلاش گسترده ای را برای تفکیک جنسیتی کلاسها و اخراج و بازنشستگی استادان منتقد دولت وقت انجام داد. اما در حالی که ماجرای بورسیه های غیرقانونی بازتاب رسانه ای گسترده ای داشته است یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس به خاطر رسانه ای شدن این ماجرا به رضا فرجی دانا وزیر علوم تذکر داده است قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز شنبه 17 خرداد به خبرگزاری مهر گفت مجلس معتقد است وزارت علوم در این باره جو رسانه‌ای درست کرده که گویا همه این سه هزار نفر برخلاف قانون جذب شدند. به گفته او کمیسیون آموزش تاکید دارد که مراجع قانونی زی صلاح باید تخلفات را بررسی کنند. اما در این ماجرا ابتدا با آبروی افراد بازی شد و پس از آن درباره چگونگی جذب دانشجویان بورسیه تحقیق شد. آقای جعفری در آخر اعلام کرد که مجلس به وزیر علوم تذکر داده است که باید از مجاری درست و قانونی موضوع تخلفات در جذب بورسیه را بررسی کند. اوایل خرداد ماه مشتبه صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد که در دولت محمود احمدی نژاد سه هزار دانشجو بدون شرکت در آزمون بورسیه دوره دکترا پذیرش تحصیل گرفتند. وی همچنین از صدها پرونده تخلف دیگر در رابطه با بورسیه دانشجویان سخن گفت که مسئولان پیشین وزارت علوم عامل آن بودند از جمله آنها 73 دانشجو با معدل کارشناسی زیر 14 و 70 دانشجو با معدل کارشناسی ارشد زیر 16 به دانشگاه‌های خارج از کشور اعزام از شدند این ادعاها را اما کامران دانشجو وزیر وقت علوم در دولت محمود احمدی نژاد تکذیب کرده است و گفته که علیه او و دولت محمود احمدی نژاد فضا سازی می کنند. احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس فهرست محرمانی کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی که در اینترنت منتشر شده را تایید کرد به گزارش خبرگزاری تصنیم آقای اردستانی این مطلب را طی تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس بیان کرده است به گفته حجم بدهی این فهرست 70 میلیارد دلار است. نام محمد رضا رحیمی با 1400 میلیارد تومان، اسفندیار رحیم مشایی با 8900 میلیارد تومان و حمید بقایی با 3100 میلیارد تومان در فهرست بدهکاران بانکی وجود دارد. صادق محصولی، سعید مرتضوی و دانشگاه ایرانیان هم به ترتیب با 2370 میلیارد تومان، 1340 میلیارد تومان و 1200 میلیارد تومان از بدهکاران بانکی هستند. قوه قضایی و مقام های دولتی و بانکی تا کنون درباره این فهرست اظهار نظر روشنی نکردند. اردی بشت ماه امسال اسحاق جانگیری معاون اول حسن روحانی حجم مطالبات معوق بانک های ایران را 82 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. جانگیری گفته بود فهرستی شامل اسامی 575 نفر بدهکار کلان بانکی به قوه قضایی فرستاده شده است. با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب و روز خوبی را برایتان آرزو میکنم